سلام، با 180 ثانیه جمعه سوم اسفند ماه ما رو همراهی کنید. به گزارش خبرگزاری مهر، روز جمعه یکی از نمایندگان مجلس با انتقاد از دولت حسن روحانی گفت دولت به سپاه کم لطفی می کند و بدهی خود را به این نهاد نظامی نمی پردازد. به گفته جواد حسینی کیا، نماینده مجلس، قرارگاه خاتم سپاه پاسداران حدود 36 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و دولت این بدهی را نمی دهد. او گفت دولت باید از لحاظ بودجه‌ای به بخش‌های دفاعی کشور کمک بیشتری کند. گروه ویژه اقدام مالی FATF به ایران 4 ماه دیگر فرصت داد تا قوانین لازم برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کند. رئیس دوره‌ای FATF تاکید کرد اگر تا 4 ماه دیگر ایران به شروط این سازمان عمل نکند، به صورت خودکار تدابیر جدیدی علیه فعالیت‌های بین‌المللی بانک‌ها و مؤسسات مالی این کشور به اجرا در می‌آید. خبرگزاری ایسنا گزارش داد به دلیل قیمت پایین فروش برق، اداره نیروگاه اتمی بوشهر در سال آینده با دشواری روبرو خواهد شد. به گفته محمد احمدیان، معاون این سازمان، تامین هزینه‌های نیروگاه اتمی بوشهر، نگهداری و بهره برداری ایمن و مطمئن از این نیروگاه متکی بر درآمدهای حاصل از فروش برق به شبکه سراسری است و قیمت فروش برق در کشور پایین است. خوان گوایدو، رئیس جمهوری موقت ونزوئلا، نخستین دستور ریاست جمهوری خود را صادر کرد و بر اساس آن اجازه تحویل کمک‌های انسان دوستانه به ونزوئلا داده شده است. ویکتور کلادوف، مدیر سیاستگذاری منطقه‌ای و بین‌المللی سازمان فناوری‌های پیشرفته روسیه، روستک، از آمادگی این شرکت برای تولید و منتاج خودروهای لادا در ایران خبر داده است. مقامات ایرانی و روسی مذاکراتی را در این باره شروع کردند. در کنگره حزب دموکرات آمریکا قطعنامه‌ای تصویب شده که از رئیس جمهوری آینده اگر از حزب دموکرات باشد می‌خواهد به توافق هسته‌ای با ایران بازگردد. در متن این قطعنامه آمده کمیته ملی حزب دموکرات از رئیس جمهوری آینده می‌خواهد به برجام بازگردد و تلاش کند با استفاده از این توافق بر چالش‌های دیگر در منطقه خاورمیانه فائق آید. کره شمالی در نامه‌ای بدون تاریخ به سازمان ملل اعلام کرد در این کشور در اثر کمبود 1.4 میلیون تن مواد غذایی بحران تغذیه پیش آمده، تا حدی که سرانه جیره مواد غذایی مردم نصف شده است.